جمعی از فضلای حوزه علمیه نجف اشرف به همراه یکی از نوادگان مرحوم آیت الله العظما شیخ محمد حسین کاشف القطا قدس سره با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله العظما حاسه صادق حسینی شیرازی با معظم الله دیدار کردند به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت الله العظما شیرازی مرجع عالی قدر در این دیدار حجت الاسلام و المسلمین شیخ امار شریف کاشف یکی از نمادگان مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کاشف القطا قدس را خطاب قرار دادند و ضمن یادآوری یکی از اقدامات جد ایشان در زمان پیمان بغداد و حمایت از زائران ایرانی در کشور عراق افزودند سیره ایشان تا به امروز مجهول مانده و گردآوری تاریخ زندگی مرحوم کاشف مسئولیت همگان به ویژه مسئولیت حوزه و حوزویان است معزم الله ادامه دادند شما از همین حالا نوشتن تاریخ زندگی ایشان را آغاز کنید و این کار را به پنجاه سال بعد موکول نکنید و اگر از فرصت موجود استفاده نکنید ممکن است که در زمانهای بعد نتوانید آن را به دست آورید لذا بایسته و شایسته است که با همه توان و امکانات به این امر بپردازید حضرت آیت الله العظمه شیرازی افزودند آنچه امروز شاهد آن هستیم تنها نوشته‌های مرحوم کاشف و درباره تاریخ زندگی ایشان بسیار اندک نوشته شده من خود نیز از متن‌های درسی و هواشی ایشان بر کتاب و الوسقا در بحث‌هایم استفاده می‌کنم چرا که حاشیه ایشان انصافاً ابتکاری است تاریخ ایشان تاریخی است بزرگ و ضمن احترام به همگان مرحوم شیخ از بزرگان تشیع و شیعیان هستند است در این دیدار مجدت الاسلام و المسلمین شیخ امار شریف کاشف یک دوره موسوعت الامام محمد الحسین آل کاشف القطاع الاثار الكلامیه شامل دوازده جلد به اضافه دو جلد به عنوان مدخل اول و مدخل دوم را به آیت الله الازمه شیرازی مدزله تقدیم کرد